با عرض سلام با یکی دیگر از ویدیوهای امروز میدیا خوش آمدید. درخواست تذکره الکترونیکی با گونه آنلاین. برای دریافت تذکره الکترونیکی شما لازم به خانه‌پوری فرم آنلاین دارید. فرم آنلاین تذکره الکترونیکی چگونه خانه‌پوری می شود؟ پروسه خیلی ساده است. اسناد مورد نیاز، یک قطعه عکس با پس‌زمینه سفید که در 6 ماه اخیر گرفته باشد، تذکره و عکس با فرمت PDF, JPG, PNG باشد که سایز آن بیشتر از 5 MB نباشد، باید داشته باشد. در صورت که شخص تذکره نداشته باشد، باید دو نفر وی را تصدیق نماید. دو نفر تصدیق کننده یا کارمند دولت یا وکیل گذر منطقه وی باشد. جهت درخواست تذکره الکترونیکی به صورت آنلاین، ابتدا به سایت nid.nisa.gov.af مراجعه نمایید. با باز شدن صفحه گزینه زبانها ظاهر می‌گردد. با هر زبانی که راحت هستید همان زبان را انتخاب کنید که بعد از انتخاب زبان به صفحه بعدی منتقل می شوید. این 3 نکته مهم را باید عملی کنید. 1. در این فرم رئیس فامیل نخست معلومات خود و سپس معلومات اعضای فامیل خود را درج نماید. 2. در صورتی که رئیس فامیل متأهل باشد، معلومات همسر و فرزندان خود را درج نماید. 3. در صورتی که رئیس فامیل مجرد باشد، معلومات پدر، مادر، برادر و خواهر خود را درج نماید. در این صفحه 4 گزینه وجود دارد. با کلیک روی گزینه فرم جدید تذکره الکترونیکی، فرم تذکره باز می شود. شما معلومات خود را با دقت درج نمایید. در آغاز سیستم یک کد درخواستی را در بالا در اختیار شما قرار می دهد. کد بسیار مهم است. کد را صحیح و با دقت در چندین جای یادداشت نمایید که بعد از این تمام اسناد مربوط به تذکره الکترونیکی شما توسط همین کد طی مراحل می شود، مانند ادامه فرم ناتکمیل، تعقیب درخواست تذکره الکترونیکی و پرینت فرم. در هنگام خانه‌پوری فرم به راهنمایی ها توجه جدی داشته باشید. خانه هایی که در بالای آن به رنگ سرخ است باید 100% خانه پوری شود و خانه پوری آن الزامی است، و خانه هایی که در بالای آن رنگ وجود ندارد، اگر خانه پوری نکنید هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کند. در قدم نخست رئیس فامیل باید معلومات خود را درج نماید. و در بخش تخلص، تخلص پدر، تخلص پدرکلان، لازم نیست که تخلص ها یک قسم باشد. بعدا جنسیت انتخاب میکنیم. حالت فعلی حیات است، بله حیات است. و حالت مدنی را انتخاب میکنیم، بله متأهل است. در بخش تاریخ تولد به این مثال توجه داشته باشید. مثلا در تذکره نوشته است برایت چهره ظاهریش به عمر 17 ساله 1394 تعیین سن شد و تاریخ صدور تذکره 1394 ماه پنجم و روز ششم. شما 1394 را منفی 17 نمایید و روز و ماه را از تاریخ صدور آن تعیین نمایید. زمانی که ما 1394 را منفی 17 کنیم میشه 1377،
ماه پنجم و روز ششم را از روی تاریخ صدور تذکره میگیریم. روز ششم ماه پنجم و سال 1377 که میلادیش را خود سیستم به صورت اتومات تبدیل میکند. در صورتی که رئیس فامیل تذکره الکترونیکی اخذ نموده باشد، گزینه بله را انتخاب نمایید و شماره 13 رقمی تذکره الکترونیکی خیش را درج نمایید. در صورتی که رئیس فامیل تذکره الکترونیکی اخذ ننموده باشد، گزینه نخی را انتخاب کنید. بعداً ادامه فرم را خانه‌پوری نمایید، مانند نام مادر که ضروری و الزامی است او را خانه‌پوری کنید و همچنان زبان مادری تان چی است او را خانه‌پوری کنید و همچنان نامتان به زبان انگلیسی چی است او را در قسمت نوشته بکنید و تخلصتان به زبان انگلیسی چی است او را به انگلیسی نوشته بکنید اردوش و همچنان محل تولد که اجباری است باید را خانه‌پوری بکنید، در کدام مملکت پیدا شدین، در کدام ولایت و در کدام ولسوالی و همچنان در کدام قریه ایر خانه پوری بکنیم. آیا خدمت عسکری انجام دادین؟ نه خیر. آیا سواد دارین؟ بله سواد دارم. تا کدام سطح تحصیل تان چی است؟ سطح تحصیل من لسانس است. سکونت اصلی تان کدام ولایت است؟ در کدام ولسوالی هستین؟ او را انتخاب نمایید و همچنان در کدام قریه هستین او را انتخاب نمایید. سکونت فعلی خود را که همین اکنون هستید در همانجا او را انتخاب نمایید، در کدام مملکت، در کدام ولایت و در کدام ولسوالی یا ناحیه، مثلا مرکز کابل، و در کدام قریه هستید او را خانه پوری نمایید. و همچنان شماره تماس ضروری می باشد، شماره اول و همچنان شماره دوم و همچنان ایمیل آدرس. با کدام زبان ها آشنایی دارید در این قسمت درج نمایید. زبان های خارجی مانند انگلیسی، مانند اردو آشنایی دارم و همچنان با زبان های داخلی کشور مانند پشتو آشنایی دارم و همچنان کمی ازبکی آشنایی دارم. این قسمت نمیشته بکنم. همچنین گروه خود خون خود مشخص کنید. این قسمت الزامی نیست. اگر خالی بانیدم هیچ کدام مشکلی نیست. گروه خون خودم مثبت بی است و همچنان آیا شما کوچی هستید؟ اگر کوچی هستید بلی را انتخاب نمایید و اگر کوچی نیستید نخی را انتخاب نمایید و همچنان از کدام قوم هستید ای را انتخاب نمایید و همچنان کدام دین هستید ای را انتخاب نمایید و کدام مذهب هستید. آیا معلولیت دارید؟ نه خیر معلولیت ندارم. و همچنان شغلتان چی است ای را انتخاب نمایید. آیا شما تابعیت دوم دارید؟ نه خیر تابعیت دوم ندارم. و همچنان محل رای دهی همون ناحیه خودم می شود، ناحیه 18. در صورتی که شخص تذکره کاغذی نداشته باشد، گزینه تذکره ندارد را انتخاب کنید و فرم دو تصدیق کننده را خانه پوری نمایید که تصدیق کننده کارمند برحال دولت یا وکیل گذر منطقه وی باشد. و در صورتی که شخص تذکره کاغذی داشته باشد، گزینه تذکره دارد را انتخاب کنید. در این قسمت مشخصات مربوط به تذکره کاغذی خود را خانه پوری نمایید، مانند سال کتاب، مانند جلد، صفحه، شماره ثبت و همچنان شماره تذکره باید در این قسمت درج نماییم و همچنان تاریخ صدور تذکره، در کدام روز، در کدام ماه و در کدام سال تذکره صادر شده است. با استفاده از این گزینه عکس خود را که پس زمینه سفید که در 6 ماه اخیر گرفته باشید آپلود نمایید. بالای آپلود عکس کلیک نمایید، بعداً عکس خود را انتخاب نمایید. در این قسمت سبز میشه موافقانه چی شد درج سیستم شد و همچنان با استفاده از این گزینه اسکن یا عکس تذکره خود را آپلود نمایید. یا موافقانه درج شد.
و با کلیک روی ثبت معلومات درج شده معلومات خود را موقتا ثبت و این کد درخواستی خیش را یادداشت نمایید. پس از ثبت معلومات رئیس فامیل نوبت می رسد به اضافه نمودن اعضای خانواده. این گزینه قرابت افراد را با رئیس فامیل مشخص می سازد و ادامه فرم را به دقت خانه پوری نمایید. مانند نام، تخلص، نام پدر، تخلص پدر، نام پدر کلان، تخلص پدر کلان و جنسیت را خود سیستم به صورت اتوماتیک گرفته حالت فعلی حیات است. گزینه بله و نخیر در این قسمت مشخص می سازد کدام عضو فامیل می خواهد تذکره الکترونیکی بگیرد و کدام عضو فامیل نمی خواهد تذکره الکترونیکی بگیرد. با انتخاب روی گزینه بله فرم عضو خانواده خیش را مانند فرمی که قبلا خانه پوری نمودید این فرم را نیز همانند آن خانه پوری نمایید. با کلیک روی اضافه نمودن عضو خانواده عضو دیگر خانواده خود را ثبت نام نمایید. یادداشت: درج معلومات تمام اعضای فامیل به شمول اعضای حاضر، متأهل، فوت شده و تبع خارجی حتمی می باشد. در غیر آن مسئولیت های بعدی به دوش شخص متقاضی می باشد. بعد از ثبت نمودن معلومات تمام اعضای فامیل بالای تایید و ارسال درخواست کلیک کنید و مرحله بعدی می روید. در اینجا یکی از مراکز توزیع تذکره الکترونیکی را غرض طی مراحل نمودن انتخاب نمایید. در این قسمت تاریخ مراجعه به مرکز توزیع تذکره الکترونیکی را انتخاب نمایید. در این قسمت وقت و ساعت مراجعه به مرکز توزیع تذکره الکترونیکی را انتخاب نمایید. با کلیک روی پرینت نمونه فرم ها و نمونه تذکره الکترونیکی شما نمایش داده می شود. این سیستم به شما کمک می کند معلومات شخصی و خانوادگی خیش را با دقت بخوانید. اگر مشکل داشت قابلیت دوباره اصلاح را دارد و همچنان شما می توانید نمونه تذکره الکترونیکی و فرم خیش را قبل از چاپ شدن مشاهده نمایید. بعد از چک نمودن و اصلاح نمونه تذکره الکترونیکی و فرم خیش روی گزینه تصدیق می دارم کلیک کنید. بعدن بالای تصدیق و ارسال کلیک کنید. فرم به مراکز توزیع تذکره الکترونیکی ارسال می گردد.
چنانچه میبینید در اینجا کد درخواستی به شما ارائه شده که شما با استفاده از این کد میتوانید کار طی مراحل تذکره الکترونیکی خیش به صورت آنلاین تعقیب نمایید و بعداً با کلیک نمودن روی پرینت فرم ها را چاپ نموده و در تاریخ و ساعت معینه به مراکز توزیع تذکره الکترونیکی معینه غرض بایومتریک مراجعه نمایید. گزینه ادامه فرم ناتکمیل چگونه کار میکند؟ با کلیک روی ادامه فرم ناتکمیل شما کد خود را درج نموده و فرم ناتکمیل خود را که بر اثر ضعیف بودن انترنت یا نبود برق یا بعضی مشکلات دیگری که به وجود آمده بود تکمیل نمایید و همچنان در صورتی که به تاریخ و وقت معینه و مراکز ثبت نام تذکره الکترونیکی تعیین شده مراجعه کردن نتوانید دوباره به سیستم مراجعه نموده دوباره درخواست دهید و کد درخواستی خیش را روی ادامه فرم ناتکمیل وارد نموده و دوباره درخواست دهید. فرم خیش را مرور نموده و تاریخ و ساعت مراجعه و یکی از مراکز توزیع تذکره الکترونیکی را انتخاب و فرم خود را دوباره ارسال نمایید. گزینه تعقیب درخواست تذکره الکترونیکی چگونه کار میکند؟ هر زمانی که میخواستید در قبال تذکره خیش از اجراءات اداره اطلاع حاصل کنید به صفحه اصلی آمده در اینجا به تعقیب درخواست تذکره الکترونیکی کد خیش را تایپ و گزینه تعقیب را کلیک نمایید. سپس خواهید دانست کار فرم شما به کجا رسیده است. گزینه پرینت فرم چگونه کار میکند؟ در صورتی که شما فرم های خیش را با استفاده از موبایل، تابلت، کامپیوتر یا هر وسیله دیگر خانه‌پوری و به اداره تذکره الکترونیکی ارسال نموده باشید، شما می توانید بعداً به صفحه اصلی رفته و با درج کد درخواستی خیش فرم خیش را که قبلا تکمیل نموده باشید می توانید با کلیک نمودن روی دکمه پرینت فرم خیش را چاپ نمایید و با استفاده از فرم آنلاین تذکره الکترونیکی خیش را به اسرع وقت دریافت نمایید. تشکر از اینکه ما را تا این لحظه همراهی نمودید. جهان سپاس.